یکی از بازماندگان تیراندازی در مساجد کریس چرچ نیوزلند در سال 2019 میلادی در حال برنامه ریزی برای پیاده‌روی از دونیدن به سمت کریس چرچ است تا اشاعه دهنده پیام صلح اسلام در سراسر جهان باشد تمل آتا در 15 هام مارس 2019 هنگام وقوع حملات تروریستی در مسجد انون نماز میخواند و نه گلوله به او اصابت کرد در این حادثه یک جوان 28 ساله استرالیایی 51 نمازگزار را به قتل رساند و 40 نفر دیگر را به ضرب گلوله مجروح کرد. حالا آتاکوکوگود قربانی آن روز مرگبار طی دو هفته آینده مسیری که این قاتل استرالیایی برای انجام دادن حمله تروریستی در سال 2019 طی کرد را خواهد پیمود تا منتقل کننده پیام صلح به جای نفرت باشد به عنوان بخشی از پیاده روی او در حال جمع پول برای صندوق خیریه کلید زندگی بنیاد سرطان کودکان و نجات زندگی کودکان است